گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان برنامه‌های رادیو پیام کانادا. امیدوارم هر کجا که هستین تندرست باشین. یک بار دیگر در خدمت شما دوستان هستیم جهت تقدیم برنامه اخبار و گزارشات کارگری این هفته شنبه دوم الی جمعه هشتم بهمن ماه 1400. لطفاً تا انتهای این برنامه ما را همراهی کنید. صاحب منصبان هر کجا پا می گذرند با اعتراض و حق طلبی روبرو می شوند. روز جمعه هشتم بهمن ماه رئیس الوعده و همراهانش در هر کجا از گیلان از رشت مرکز استان تا شهرها و روستاهای دیگر پا گذاشتند با اعتراض اهالی این استان شمالی کشور روبرو شدند. از جمله می توان به تجمع اعتراضی ده ها نفر از کارگران بازنشسته و سهامدار کارخانه به خرابه تبدیل شده ایران الکتریک رشت، تجمع اعتراضی صد ها نفر از اهالی گیلان مقابل استانداری، اعتراض جمعی از کارکنان نسبت به سطح پایین حقوق، اعتراض نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، اعتراض روستاها نسبت به محرومیت روستا از امکانات و بیکاری جوانان، اعتراض نسبت به محرومیت از امکانات حین بازدید رئیسی از منطقه آزاد بندر انزلی و اعتراض هنگام بازدید رئیسی از گوهرود و زرچوب اشاره نمود. و اما تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر میان آب در 11 روز اعتراضشان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی، نداشتن امنیت شغلی، عدم تبدیل وضعیت و سطح پایین حقوق در مقابل دفتر امام جمعه شهرستان شوش، اعتصاب و تجمع صدها کارگر پالایشگاه نفت تهران در اعتراض به سطح پایین حقوق من جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضلاب تهران نسبت به عدم تبدیل وضعیت در مقابل ساختمان شرکت مهندسی آب و فاضلاب، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مهران نسبت به پرداخت نشدن 5 حقوق و 9 مطالبات دیگر و عدم برخورداری از بیمه در مقابل فرمانداری، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت 5 حقوق زیر سایه سکوت مصلحتی مسئولین در مقابل استانداری بوی رحمت، تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و عدم همسانسازیش، پرداخت نشدن ایدی در مقابل قانون کار و عدم برخورداری از درمان رایگان در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، گیلان و خراسان رضوی، اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی رازی در اعتراض به ممنوع الورود شدن همکارانشان، ادامه سریال تجمع اعتراضی کارگران پروژه سد شفارود رضوان شهر نسبت به عدم پرداخت ماها حقوق و حق بیمه و وعده های توخالی کارفرما و مسئولین، 9 روز اعتصاب تجمع و راهپیمایی کارگران کشت و صنعت میان آب در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم تبدیل وضعیت و سطح پایین حقوق، 2 روز تجمع اعتراضی کارگران بازنشستی صنعت فولاد کشور نسبت به سطح پایین حقوق و عدم همسانسازیش در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگان فولاد در تهران،
تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی کشور نسبت به عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشدن، عدم الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و در مقابل مجلس، تجمعات اعتراضی اهالی خشمگین سیستان و بلوچستان نسبت به حقابه ایران از رودخانه هیرمند در پایانه مرزی میلک واقع در مرز ایران و افغانستان و مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان، تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان بازنشستی کشور نسبت به سطح پایین حقوق و عدم همسانسازیش، پرداخت نشدن مطالبات، بیمه درمانی نامناسب، پرداخت نشدن به موقع حقوق و بازداشت همکاران در مقابل صندوق بازنشستگی کشور. جلسه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. رسول بوداغی به دادسرای مقدس اوین احضار شد. محکومیت توماج صالحی به حبس و جریمه نقدی. برگزاری دادگاه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در شعبه 3 بازپرسی به اتهام تبلیغ علیه نظام. تبعید به قصد کشتن تدریجی، چهارشنبه 28 دی ماه کیوان صمیمی زندانی سیاسی 73 ساله که در اعتراض به قتل تبهکارانه بکتاش آبتین نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد نوشته بود، به دلیل انتشار این نامه از زندان اوین به زندان مرکزی کرج تبعید شد. خبرها حاکی از آن است که زندانبانان وی را به بهانه رسیدگی به قطع شدن کارت تلفن او از بند خارج کرده اند، اما ساعتی بعد مشخص می شود او به زندان دیگری تبعید شده است. به گفته مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، تبعید این زندانی سیاسی با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و او را با توسل به خشونت و زور از زندان اوین خارج و به کرج منتقل کرده اند و او حتی نتوانست وسایل و داروهایش را با خود ببرد. وی افزوده است که کیوان صمیمی در یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود تا به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شود. پیش از این کانون نویسندگان ایران در خبری هشدار داده بود که احتمال تبعید این زندانی سیاسی وجود دارد و سلامت و جان او در خطر جدی است. عزیزان، برنامه این هفته را با اخبار قتل و مصدومیت‌های ناشی از کار به پایان می‌بریم. خودکشی و مرگ استاد بازنشسته دانشگاه کاشان به دلیل مشکلات مالی، جان باختن یکی از کارگران سوخته حادثه آتش‌سوزی کارخانه سیمان لارستان پس از 10 دست و پنجه نرم کردن با مرگ در بیمارستان، خودسوزی پدر جلوی چشم 2 در مقابل بنیاد مسکن ایلام، به قتل رسیدن یک کارگر در کاشان بر اثر سقوط از طبقه 4 ساختمان و مرگ و مصدومیت شدید 2 کشت و صنعت نیشکر هفتتپه. عزیزان، با تشکر از اینکه تا انتهای این برنامه نیز ما را همراهی کردین. تا دیداری مجدد، بدرود.